بانک جهانی گفته است چشمانداز اقتصاد افغانستان دست کم تا سال 2025 تصویری تاریک را نشان می‌دهد. در گزارش تازه بانک جهانی آمده است که نبود رشد تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش تأمین مالی خارجی سبب رکود اقتصادی در افغانستان شده است. بنابر این گزارش، در دو سال گذشته پس از تسلط طالبان، اقتصاد این کشور انقباض شدید 26% داشته است. بانک جهانی میگوید با کاهش مداوم قیمت‌ها، فعالیت اقتصادی در افغانستان غیر فعال مانده است. بر اساس این گزارش، افغانستان از سال 2023 تا 2025 یک اقتصاد دائما در رکود و بدون رشد تولید ناخالص داخلی واقعی داشته است که این سبب می شود که در سال 2025 درآمد سرانه این کشور در سطح 2022 بماند. به گفته بانک جهانی، کاهش تقاضا سبب کاهش قابل توجه تورم شده و کاهش قدرت خرید مردم محرک اصلی تورم منفی بوده است که از آوریل 2023 آغاز شده و تا فوریه 2024 ادامه خواهد داشت. بانک جهانی میگوید حدود نیمی از جمعیت افغانستان در دام فقر گرفتار شدند و حدود 15 میلیون نفر دچار کمبود غذایی شدند. برای توضیحات بیشتر در این زمینه، مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا با ما همراه هستند. آقای رئیس‌زاده، سلام عرض ادب. سلام و وقت بخیر خدمت شما و همکارانتون. بزرگوار آقای رئیس‌زاده، ارزیابی شما از گزارش بانک جهانی در خصوص وضعیت آینده افغانستان چیه؟ تشکر. باید جدی بگیریم. وضعیت اقتصادی افغانستان واقعا در سالهای اخیر ناامیدکننده بوده، اما باید این را متوجه باشیم که در رأس نظام سیاسی و اقتصادی افغانستان یک گروه تروریستی بین‌المللی به نام طالبان قرار دارد. این گروه تروریستی از زمان حاکم شدنشان ما شاهد بودیم که فرار سرمایه ها صورت گرفت از افغانستان، هم سرمایه پولی، هم سرمایه انسانی و سرمایه نیروی متخصص اقتصادی. خب این یک واقعیت اقتصادی است که در طول حاکم شدن گروه طالبان ما در بخش های مختلف ما مشکل داشت. در بخش تولید ناخالص ما می‌بینیم که یک گراف از بالا به پایین رفته است و همچنان در از جانب دیگر ما می‌بینیم که بیکاری در اوج خود رسیده. نیمی از قشری از جامعه در افغانستان که زنان باشه کاملا از کار کردن و در اقتصاد افغانستان سهم گرفتن محروم است. و همچنان در ادامه باید بگویم که پایین آمدن توان خرید در افغانستان وجود دارد. وقتی که در افغانستان بیکاری وجود داشته باشد، به طور اتومات و اما گراف توان خرید هم پایین میاد. یک شخصی بیکار نمیتونه که بیشتر خرید بکنه. یک شخصی بیکار نمیتونه که مواد غذایی اولیه خود تامین بکنه. یک شخصی بیکار نمیتونه که برش پوشاک و خوراک تهیه بکنه. و در ادامه ما میبینیم که خدمات دولتی هم در افغانستان در طول مدت 3 سال حکومت طالبان هم به حد اقلش رسیده. خب چون نیروی تولید نداریم و تولید هم نداریم و نیروی تولید و کار ما مجبور شده که از کشور فرار بکنه و پناه ببره به کشور دومی و سومی تا یک مایحتاج زندگیش تامین بکنه. در کل ما گفته میتونیم که این راپور بیانگر وضعیت فعلی و همچنان بیانگر دورنمای اقتصادی افغانستان برجسته می‌سازد که البته بانک جهانی در ماه‌های قبل هم در این مورد هشدار داده بود. بله، چه راهکارهایی برای برون رفت اقتصاد افغانستان از وضعیت فعلی به نظر شما میرسه؟ باید افزایش خدمات دولتی را بیشتر بکنه. وقتی افزایش خدمات دولتی بیشتر شوه، استخدام نیروی متخصص کاری هم صورت میگیره. در ادامه باید نیروی تولید هم ایجاد شوه و هم نیروی تولید تقویه شوه. در ایجاد و تقویه نیروی تولید ما چند مرحله رو در نظر میگیریم. این که اول باید امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی و فردی در افغانستان وجود داشته باشه. در صورتی که با وجود نیای نیروها و نیروهای تولید و کارگر نمیتونن که در افغانستان برگشت بکنن و در افغانستان هم
یک ماحول امن اقتصادی را حس نمیکنه. از این دلیل در افغانستان با وجود نمیاد نیروی تولید و همچنان تقویه نمیشه. مسئله دیگر مسئله است که کمک های جامعه جهانی، کمک های کشورهای همسایه و کشورهای کمک کننده باید مستقیم به مردم تزریق شود. در صورتی که دولت طالبان ای را واسطه شود، با در تجاربی که در طول 3 سال داشتیم ای به مردم نمیرسه و حیف میل گروه طالبان میشه. در ازی که یکی از پایه های اصلی اقتصاد در افغانستان زراعت و مالداری، زراعت و مالداری با در افغانستان تقویه شود. در این مورد ما تقاضای ما است که کمک های جهانی بیشتر متمرکز شود روی تقویه زراعت و مالداری. و همچنان پول نقد باید در افغانستان تزریق شود. پول نقد جدید، البته نقدینگی فرسودگی که در فعلا در بازار افغانستان وجود داره و در سکتور بانکی افغانستان وجود داره دیگر قابل استفاده ای پول نیست. از این جهت عدم مشروعیت نظام سیاسی فعلی هم باعث میشه که پول نقد جدید در افغانستان و در بازار تزریق نشود. البته همه اینها برمیگرده به نوعیت نظام سیاسی و کارکرد این نظام سیاسی با تمرکز به حمایت مردمی. نظام سیاسی فعلی حمایت مردمی را نداره. از این جهت دولت هم بیشتر روی حمایت از اقتصاد مردم، حمایت از آینده مردم، حمایت از پیشرفت مردم نداره و این مشکل اساسی در افغانستان. بله، با تشکر از مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا که از آنکارا با ما همراه بودند.